سلام به همه رفقای خوب خانم در چنل تو با سخنگو. حالتون چطوره بچه ها؟ خیلی خوشحالیم که بازم در یک کلیپ دیگه کنار شما از دیگه دلمون هستیم. رفقا این تقریبا چهارمین فصلیه که یحیی گل محمدی تو پرسپولیس حضور داره و تو این کلیپ میخوام یه بررسی به این پیش فصل هایی که یحیی در پرسپولیس حضور داشته یه نیم نگاهی داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. اما تابستون دوم سه ستاره ای که از دست رفت، تحرکات پرسپولیس در تابستون سال 1400 کمتر شد و تیم یحیی در نقل و انتقالات تابستونی قبل از شروع لیگ 21 زیاد فعال نبود. پرسپولیس با وجود قهرمانی در فصل قبل از اون و نایب قهرمانی آسیا در حالی که در لیگ قهرمانان حضور داشت 5 بازیکن از دست داد و 5 بازیکن جدید جذب کرد. اما در بین جدا شده‌ها 3 ستاره وجود داشت و اونهایی که جذب شدن بازیکنان خوبی بودن که درجه 1 و ستاره به حساب نمی اومدن. پرسپولیس در ازای از دست دادن شهریار مغانلو، احمد نوراللهی، سعید حسین‌پور و محمد حسین کنعانی‌زادگان و محمد مهدی مهدی‌خانی 5 بازیکن جدید جذب کرد که از این جمع 5 نفر مغانلو جزو مهاجمان شاخص لیگ بود. کنعانی‌زادگان و نوراللهی هم ستاره و ملی پوش بودن که باز هم با پیشنهادهای خارجی از لیگ ایران خارج شدن و دست یحیی رو خالی گذاشتن. پرسپولیس در اون تابستون حامد پاکدل، علی نعمتی، رضا دهقانی، رضا اسدی، علیرضا ابراهیم رو جذب کردن که از این جمع فقط تا حدودی نعمتی کارگشا بود و بقیه یا غالبا نیمکت نشین بودن یا مثل دهقانی در همون هفته‌های نخست جدا شدن. اما تابستون سوم جبران مافاد با خرید ستاره ها بود. در تابستون سال 1401 هم پرسپولیس در لیست ورودیه و خروجش تقریبا بالانس داشت و در ازای از دست دادن 11 بازیکن 9 خرید انجام داد. تابستون سال قبل ارزای ابراهیمی، رامین رضاییان، احسان محمد حسینی، امیر محمد خارکش، محمد شریفی، رضا اسدی، احسان پهلوان، حامد لک، سعید آقایی، علی شجاعی و تمیروف از پرسپولیس جدا شدن که غیر از دو بازیکن جوان تیم یعنی خارکش و محمد حسینی که از آکادمی پرسپولیس به تیم اصلی رسیده بودند بقیه خریدهای خود یحیی تا دو فصل قبل از اون بود و این یعنی که گل محمدی در مورد اونها اشتباه کرده بود. در ازای از دست دادن این بازیکن جبلسیانی، سعید صادقی، سروش رفیع، محمد مهدی احمدی، دانیال اسماعیل‌فر، مرتضی پور علی گنجی، علیرضا بیرانوند، لوکادیا و شیخ دیاباته خریدهای تازه گل محمدی بودند که غیر از دیاباته همگی موفق بودن و تقریبا همه در ترکیب اصلی به میدون رفتن و در آخر فصل هم همه جام‌های داخلی رو درو کردن. بازم ممنونی از شما از این دل که تا انتهای کلیپ همراه ما بودین. اما اگر نظرهایی دارید و پیشنهاد دارین که بگین آقا پرسپولیس این خریدار رو بکنه بهتره، ممنون میشم که اسم نفراتون برامون کامنت بذارید. فعلا.